سرخط خبرها و مهمترین ها، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر به کارزار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی پیوست. عضو انستیتوت مطالعات خاورمیانه واشنگتن، رهبر شاخه خراسان داعش زنده است. تفنگداران ناشناس یک عضو استخبارات طالبان را در لغمان کشتند. و همچنان در پایان، ارتش گلبودین آماده جنگ شد. مشروع خبرها. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، نهاد متشکل از مدافعان حقوق بشر از سراسر جهان، با تصویب قطعنامه به کارزار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی پیوست، پیش از این جنبش زنان افغانستان درخواست به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی را مطرح کرده بود. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر اعلام کرده است با احترام به کار بی‌وقفه‌ای که در سالهای اخیر توسط فمینیست ها، پژوهشگران و کارشناسان در سراسر جهان انجام شده، این فدراسیون قاطعانه باور دارد که زمان آن فرا رسیده است که تعریف آپارتاید جنسیتی گسترده جدا شود. عضو انستیتوت مطالعات خاورمیانه واشنگتن، رهبر شاخه خراسان داعش زنده است. شانتی مارد دیسوزا، عضو انستیتوت مطالعات خاورمیانه واشنگتن، میگوید که ثناءالله غفاری، معروف به شهاب المهاجر، رهبر داعش خراسان، برخلاف ادعای طالبان مبنی بر کشته شدن اوگنون در بلوچستان پاکستان زندگی میکند. دیسوزا این نظرات را طی مطلب از طریق مجله دی دیپلمات منتشر شد نوشته است. تفنگداران ناشناس یک عضو استخبارات طالبان را در لغمان کشتند. منابع ملی میگویند که تفنگداران ناشناس یک عضو ریاست استخبارات طالبان را در لغمان تیرباران کرده است. منابع تایید میکنند که این رویداد حوالی ساعت 9:05 شنبه شب در منطقه چارباغ از مربوطات ولسوالی قرغایی ولایت لغمان رخ داده است. به گفته منابع، فرد کشته شده فضل ربی نام داشت و هنگام رفتن به خانهش به قتل رسیده است. این عضو طالبان حدود 35 سال سن داشت و باشنده ولسوالی قرغایی بود. منابع به آماج، نشرات تلویزیون گلبدین حکمتیار متوقف شد. منابع به آماج میگویند که به دنبال دستور تخریب ساختمانی که رهبر حزب در آنجا زندگی میکرد و نشرات تلویزیون بریا نیز از آنجا صورت میگرفت، اکنون نشرات این رسانه متوقف شده است. با وجود این که آقای حکمتیار بنا به هر دلیل ترجیح داده است درباره این رویداد سکوت کند، اما کاملا واضح است که او به شدت خشمگین است و عمیقا احساس حقارت میکند، زیرا هرگز انتظار نداشت که حتی طالبان نیز او را این گونه طرد و تحقیر و منزوی کنند. حکمتیار همان کسی بود که تنها کم پیش از سقوط کامل کشور به دست طالبان راهی اسلام آباد شد و در آنجا در حمایت از طالبان علیه دولت پیشین موضع گرفت. او همچنین در طول سالها هرگز با طالبان مبارزه نکرد و این گروه را به مثابه یک نیروی پشتونی برای بازگشت قدرت به پشتونها و ادامه سیطره تاریخی آنها بر دیگر اقوام افغانستان مطلوب و مورد قبول میدانست. پس از واگذاری کشور به طالبان، از سوی امریکا نیز حکمتیار در کابل باقی ماند تا نشان دهد که از بازگشت طالبان به قدرت خوشحال است و بدون شک انتظار داشت که در قدرت سهیم شود، تا به این ترتیب رویای چند ده ساله او برای تصاحب قدرت هر چند دیر هنگام تعبیر گردد. بنابراین حضور او در کابل برخلاف حضور برخی دیگر از بازیگران از جمله حامد کرزی و عبدالله عبدالله اثر ناچاری و ناگزیری نبود. حکمتیار به واقع از سقوط و فروپاشی نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت خوشنود و خرسند بود و آن را یک پیروزی میدانست. با این همه او به زودی دریافت که یک بار دیگر دچار اشتباه شده، زیرا طالبان به او هم روی خوش نشان نداده و هیچ فرش سرخی برای استقبال از حکمتیار برای ورودش به دالانهای قدرت گسترده نشد. شاید به همین دلیل بود که حکمتیار به سرعت زبان به انتقاد گشود، به انسداد مکاتب دخترانه و محرومیت دختران از تحصیل حمله کرد و خواستار برگزاری انتخابات و اعطای حق تعیین نو نظام به مردم افغانستان شد، همان مواردی که خود سالها با آن مخالفت کرده و حتی علیه آنها جنگیده بود. برغم همه اینها، شمار از رهبران طالبان شاید به دلیل تعلق قومی و نسبت قبیله‌ای گلبدین حکمتیار به عنوان یک پشتون غلجایی، انتقادات او را تا حدود تحمل کردند و به او اجازه دادند که تریبین نماز جمعه را برای بیان نظرات سیاسی و مواضع خود در قبال وضعیت کشور حفظ کند، چیزی که ظاهراً مورد پسند سایر رهبران طالبان نبود و آنها در این باره دچار اختلافات شدید و عمیق بودند، تا این که در نهایت جنای مخالف حکمتیار غلبه پیدا کرد و او با حقارت از ملکیت دولتی تا شده توسط اشرف غنی اخراج شد.
گفته می شود که سطح تنش میان حکمتیار و طالبان بر سر تملک زمین دولتی به اندازه بالا گرفته بوده که او طالبان را تهدید به اعلام جنگ کرده و این همه رهبر طالبان را واکنش خشونتبار و توسل مستقیم به زور برای اخراج او از خانه مربوط به وزارت دفاع واداشته است، تا به این ترتیب رویای امیر خودخوانده که یک عمر برای رسیدن به امارت خیالی جنگید از سوی امیر زورمندتر یک امارت واقعی برباد برود. این رویدار تلخ و تحقیرآمیز خشم شدید نزدیکان او را برانگیخته است و حبیب الرحمن حکمتیار پسر او با بیان انتقادهای گزنده از طالبان تلاش میکند تا بخش از این شکست تحقیرآمیز را جبران کند. این رویکرد اما برای همیشه قابل ادامه نیست. طالبان به زودی بر اوضاع مسلط میشوند و به انتقادهای تند و صریح پسر حکمتیار پایان خواهند داد، درست همان گونه که با سلب آخرین امتیاز دولتی از حکمتیار قطعات پازل شکست‌های سیاسی و رویاپردازی‌های جاه‌طلبانه او را تکمیل کردند. و دیگر به نظر نمی‌رسد که عمر گلبدین حکمتیار پیر و ناامید و شکست خورده به امکان فرو افروختن یک جنگ دیگر را بدهد. زلنسکی به کشورهای غربی: ما فوراً به سامانه‌های دفاع هوایی نیاز داریم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که زیرساخت‌های حیاتی کشورش با تهدید بمباران روسیه مواجه است و برای دفاع از آن نیاز به کمک دارد. او روز جمعه شب 29 مارچ با نشر پست در اکس گفته است که روسیه شب گذشته نیروگاه‌های برقی آبی کونیو و دینیسی را هدف حملات هوایی قرار داده است. زلنسکی در حالی که نسبت به فاجعه محیط زیستی هشدار داده تاکید کرده است که شرکای اوکراین باید به سرعت و قاطعیت به حملات روسیه و بر زیرساخت‌های حیاتی کشورش واکنش نشان دهند. او افزوده است اوکراین فوراً به سامانه‌ها و موشک‌های دفاع هوایی اضافی نیاز دارد. ما به یک سپر هوایی قوی و قابل اعتماد بر فراز اوکراین نیاز داریم. او برآورده شدن این خواستش را برای محافظت از مردم اوکراین، کشورهای اروپایی و سراسر جهان در برابر حملات روسیه مهم خوانده است. وی همچنان هشدار داده است که روسیه می‌خواهد فاجعه محیط زیستی را در منطقه خرسون با تخریب نیروگاه کاخوفکا رقم بزند. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر اوکراین بارها از متحدان غربیش به ویژه آمریکا سلاح و تجهیزات نظامی درخواست کرده، زیرا ذخیره تسلیحاتی این کشور به شدت ته کشیده است. خطر طالبانیزه‌سازی نظام آموزشی کشور: فروپاشی حکومت پیشین و برگشت مجدد طالبان به قدرت زنگ تصفیه را در همه حوزه‌ها به صدا درآورده است. طالبان در سپیددم پیروزی دستگاه تصفیه را فعال ساختند و هر چیزی را که از حکومت پیشین مانده بود یا هم غیر طالبانی می‌نمود از پیش روی خود جاروب کردند. برغم عالم از انتقادهای داخلی و خارجی، دستگاه تصفیه طالبان هنوز فعال است و توقف ناشدنی به نظر می خورد، چون که این گروه جامعه و دولت را نه در شکلی که در ماهیت هم می خواهد طالبانی کند. اگرچه همه بخشهای دولتی زیر تیز تصفیه طالبان قرار گرفته است، ولی معارف و تحصیلات عالی بیشتر، چون این دو بخش قرار است از ریشه خالص‌سازی شود. سیستم آموزشی کشور در 20 سال گذشته اگر مدرن نشده بود، حداقل شبیه مدرن بود و با الزامات اصل قدر سازگاری داشت، ولی طالبان این پیشرفت حداقلی را هم در معرض ویرانی قرار دادند. طالبان با نفس آموزش، نه که با آموزش مدرن، دشمنی دارد. این گروه افراطی آموزش به سبک و سیاق خود را خیلی هم میپسندد و برای گسترش آن تقلا به خرج میدهد. تأسیس مدارس جدیدی در مناطق روستایی و ترغیب مردم به فرستادن فرزندانشان به آن مراکز مثال روشن از تلاش طالبان برای همگیر کردن آموزش طالبانی است.